سلام و هزاران درود دارم خدمت تک تک شما عزیزای دلم امیدوارم حالتون بی نظیر باشه و مثل همیشه سرشار از انرژی مثبت باشین با یه قسمت آموزشی دیگه در خدمتتون هستم توی این قسمت میخوام در مورد کلمه کلیدی دیس توی متدها ها واسطون صحبت بکنم قبلش این نکته رو بگم اونم اینه که این کلمه دیس جاهای دیگه هم توی جاوا اسکریپت کاربرد داره یعنی تنها کاربردش توی متد ها نیست اما ما فعلا میخوایم اولین کاربرد این کلمه کلیدی رو توی متود ها بررسی بکنیم بعدا کاربرد های دیگه یک کلمه دیس رو هم باهاش آشنا میشیم خب اینجا من یک آبجکت دارم به اسم میلاد که چهار تا پراپرتی داره پراپرتی فرست نیم، لاست نیم، ایج، فیوریتز خب میخوام یک متدی بهش اضافه بکنم میام اول کلید اون متد رو منویسم مثلا منویسم فول نیم قرار این متد چی کار بکنه؟ اولا چون متد هست بعد از دو نقطه من منویسم فانگ شن پرانتز باز بسته آکولاد باز بسته خب قرار این متد فول نیم فرست نیم و last name رو بچسمونه به هم و ریترن بکنه یعنی این کار رو بکنه ببینید ریتن بکنه فرست نیم بچه ها اینجا رو دقت کنید من به محض اینکه روی این فرست نیم کلیک میکنم خود ادیتور وی اس کود به صورت اتوماتیک قبلش یه دونه دیس اضافه میکنه دیس نقطه فرست نیم به اضافه اینو کانکت کنه به یه دونه اسپیس به یه دونه فضای خالی و دوباره کانکتش کنه به last name واسه last name هم دوباره دقت کنید به محض اینکه من روی این last name کلیک میکنم ادیتور وی اس به صورت اتوماتیک این دیس رو قبلش قرار میده خب حالا من میام این دیسا رو پاک میکنم یه بار برنامه رو اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی میافته خب این دیس رو هم میام من از اینجا برش میدارم و اینجا میگم میلاد نقط فول نیم یعنی این متد رو میخوام صدا بزنم و بعدش هم حتما پرانتز رو میذارم چون یک متد هست خب برنامه رو اجرا میکنم همونطور که میبینید ارور میده میگه first name is not defined first name تعریف نشده یعنی اینجا این first name و last name رو نمیشناسه خب حالا علت چیه؟ ببینید دوستان گلم وقتی من بیرون از این object میخوام مثلا به این property first name یا last name دسترسی داشته باشم چی کار میکنم؟ ببینید اول میام اسم object رو مینویسم میلاد بعد یه دونه نقطه بعد اسم property مثلا first نیم پس قبلش اسم آبجکت رو می و نقطه خب حالا اینجا داخل این متد هم من باید این کار رو انجام بدم که بتونم به اینا دسترسی داشته باشم یعنی بگم میلاد نقطه فرست نیم و میلاد نقطه لست نیم خب الان اگه یه بار دیگه برنامه رو اجرا بکنم به درستی اجرا میشه البته اینجا من باید متد فول نیم رو صدا می زدم فول نیم پرانتز باز بسته ببینید برنامه رو اجرا می کنم به درستی اجرا میشه این میلاد رو کانکت میکنه. به یه دونه اسپیس و کانکت میکنه به رشته بهرامی خب حالا به جای این میلاد من میام می نویسم دیس یعنی به جای اینکه اسم آبجکت رو بنویسم بنویسم دیس بچه ها معنی دیس که از معانی دیس میشه اینه به زبون ساده میگم بهتون این دیس به همین آبجکت میلاد داره اشاره میکنه یعنی وقتی ما داخل یک متدی داخل یک شیعی از دیس استفاده میکنیم معنی دیس یا اینجوری بگم منظور از دیس همون آبجکتی هست که این متد بهش تعلق داره خب این متد فول نیم به چه آبجکتی تعلق داره به آبجکت میلاد دیگه پس وقتی داخل این متد می نویسیم دیس منظورمون آبجکت میلاد هست معادله اینه که اینجوری بنویسیم میلاد نقطه فرست نیم میلاد نقطه لاست نیم این هم شد کاربرد کلمه دیست توی متد ها آبجکت ها به زبان خیلی ساده سر کردم اینو واسه توضیحش بدم امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین حتما این کدای که من زدم رو شما هم بزنید و تمرین و تکرار رو فراموش نکنید تا قسمتهای بعد مراقب خودتون باشین خدا نگهدار